هرچند که قیام در این دو روز گذشته اوج بیشتری گرفته، اما هنوز کارگزاری این حکومت و رژیم همچنان امید به این دارن که این حکومت بتونن این قیام رو جمع کنن یا اینکه دور آن اون رو کوتاه‌تر کنن یا شعله های اون رو مانع از تابشش و تداومش بشن. همراه هستیم با خانم زینب شادباش تا به این موضوع، یعنی تداوم و اون چیزی که رژیم آخوندی و کارگزارانش در برابر قیام برای اون تدارک دیدن یا برنامه ریزی کردن بپردازیم و ببینیم که در نهایت این جدالی که بین مردم و به خصوص دانشجوها و در طرف دیگه رژیم آخوندی هست به کجا خواهد انجامید. سلام میکنم به شما خانم شادباش، خوشحالم که با ما همراه هستید امروز در این برنامه. منم سلام میکنم به شما و به همه بینندگان عزیز، به طور خاص دانشجویان شجاعی که این روزها و به طور خاص همین امروز در صحن دانشگاه ایستادن و رژیم رو به شدت ذله کردن و از هر ثانیه‌ای توی این مدت برای اعتراض و قیام دست بر نداشتن. امروز روزنامه حکومتی ایران که وابسته به دولت آخوند رئیسی هستش نوشت که باید توجه داشت هر گونه حرکتی که در دانشگاه ها صورت میگیره بنابر ذات کنشگرانه دانشجویان در حد مسالمت آمیز آن طبیعی است. در واقع حرفش این هست که دولت آخوند رئیسی با حرکت مسالمت آمیز دانشجوها مخالفتی نداره. این حرف حکومت هستش. ولی از اون طرف میدونیم که خب حرف دانشجوها این نیست. فکر میکنم یا نظر شما اینه که این جدال، این تخاصم چطور پیش خواهد رفت؟ مشخصا به خصوص در روز دانشجو هستیم، بین دانشجوهان و حکومت و طرح و برنامه های به قولی که میگن فریبکارانه حکومت برای دانشجو داره. بله، همین که خودتون میگین واقعیت اینه. این جمله به نظر من اتفاقاً بالاترین مهر پیروزی دانشجوها و دانشگاه در برابر این رژیم توی همین روزهای قیامه که از زبون خودشون در اومد. چرا؟ آخه شعار دانشجوها از همون روز شروع قیام تا همین امروز بماند که از بد و ورود تشکیل این حکومت فاسد، مگه جز مرگ بر خامنه‌ای و لعنت به این حکومت فاسده؟ تمام دانشگاه این روزها بلند شد. این روزها تو صحن دانشگاه همه داریم همین شعار رو میشنویم. همین امروز مگه جز از این بود که اومدن مثلا به اصطلاح این آخوند رئیسی رو که قاتل 67 تو صحنه بیارن که به اصطلاح بخوان رعب و وحشت ایجاد بکنن. ولی چه جوابی دانشجوها بهش دادن؟ مگه نیومدن شعار دادن مهمون قاتل نمیخوایم، نظام فاسد نمیخوایم؟ خب آخه دانشجوها البته این موزگیری و این ایستادگی و این پاسخ قاطع دانشجوها مال امروزشون نیست. از همون بد و شروع این حکومت خود رژیم قبل از هر کسی میدونست که دانشجو، دانشگاه و قشر آگاه این جامعه بزرگترین دشمنشه. به همین خاطر توی اون کودتای فرهنگی تو بد و انقلاب خواست ببنده این موضوع رو، اومد تمام دانشگاه ها رو گزینشی کرد، انتخاب دانشجوها رو اومد پر کرد از بسیجی ها و مزدوران خودش، اومد به اصطلاح پاکسازی کنه. اما خب همین امروز داریم میبینیم که چطور همین دانشجوها دقیقه به دقیقه و ثانیه به ثانیه ای که تونستن رو چطور برای ایستادن در برابر این رژیم استفاده کردن و شعار قاطع اونا ایستادگی تا پیروزیه و مرگ بر این حکومت فاسد. خب آخه این رژیم مجبور بیاد و این اتفاقا این جبر تحمیل شده به این رژیم از نظر من بالاترین پیروزی دانشجوهاست که بیان بگن اون حکومتی که نمیخواست حتی یک صدای اعتراض بلند شه بیاد بگه آقا ما حرکت مسالمت آمیز رو قبول داریم. فرق کدوم حرکت مسالمت آمیز؟ درسته. بله. این در خیلی از در واقع حرفی یا موضع‌گیری دانشجوها هست در اعتراض خروشاشون که در واقع این فریب ها و این ترفند های فریب کارانه رو نمیپذیرند و یا به نوعی بتونیم بگیم که فریب اون رو نمیخونند. بله. آخوند حسین جلالی عضو کمیسیون فرهنگی
مجلس همین حکومت در مصاحبه با رسانه‌های حکومتی گفتش که وقتی ناآرامی‌های تمام شود وقتی ناآرامی‌ها تمام شود این موارد هم تمام خواهد شد، همه این موارد یکی دو هفته دیگه جمع خواهد شد. این در واقع خواست یا میشه گفت آرزوی این حکومت اونها هستش، این حکومت و مهره‌هاش هستش. فکر میکنید که واقعا رژیم چه طرح‌های دیگه‌ای داره، به خصوص برای دانشجوها و دانشگاه‌ها، و دانشجوها باید روی نسبت به چه چیزهایی حساس و هوشیار باشن به نظر شما، با توجه به اینکه حکومت میشه گفت چنین برنامه‌هایی داره براشون؟ بله، در جواب به این آخوند در واقع حکومتی همین کافیه بگیم که این ادعای تو خالی رو اون هفته های اول قیام خود خامنه ای و ولی فقیه کرد، ولی خب همین امروز تو 83 روز قیام هستیم. این واقعیت صحنه ایرانه که این قیام سر خاموشی نداره. حالا اینا هر راهی رو براش رفتن. آخه شعار اول و اصلی این قیام رأس حکومت رو نشانه رفته، مرگ بر خامنه ای. خب این اومدن تو صحنه تمام قشر اقشار جامعه ایران که خود خامنه ای تاش برگشت گفتش که یک روز دشمن با لباس دانشجو میاد، یک روز با لباس پرستار، یک روز کارگر و غیره، خب این خودش بیانگر به صحنه اومدن تمام اقشار جامعه است. از اون طرف خب خودشون ماکسیموم سرکوبو کردن، ماکسیموم جنایت رو در حق مردم کردن، حتی به جون خریدن که اسمشون بشه حکومت بچه کش، ولی خب آخه 83 روز تا همین الان ادامه پیدا کرد. این واقعیت این قیامه. این قیام آنچنان استمراری داره که نتیجه جز پیروزی نیست. همین امروز هم دانشجو و دانشگاه ایستاد جلوی این حرکت رذیلانه‌ای که رژیم کرد و خواست مثلا با آوردن رئیسی بخواد رعب و وحشت ایجاد بکنه، ولی خب همونطور که برادر مجاهد مسعود رجوی پیام دادن، رهبر مقاومت، اتفاقا همین صحنه رو دانشجوها کردن صحنه، بالاترین صحنه اعتراض، و بدون هیچ ترس و واهمه ایستادن و همین الان داشتیم فیلماشو میدیدیم که چطور اومدن و از همین قاتل پذیرایی کردن با شعاراشون و شعار مرگ بر خامنه ای رو دوباره سر دادن. نتیجه این قیام جز پیروزی نیست و این رو بیشتر از هر کسی خود این رژیم میدونه و از همینم وحشت داره، ولی خب چاره ای نداره جز همین گندگویی ها و خواب های خرگوشی که داره. بسیار عالی. خانم شاد باش، تشکر میکنم از حضورتون و توضیحاتی که در رابطه با جنبش دانشجویی و این مبارزه ای که الان در دانشگاه ها هست 83 روز الان شما اشاره کرد ادامه داره. ممنونم که ما همراه بودید و اینکه فرصتتون رو در اختیار برنامه گذاشتید. تشکر از شما. ممنون، موفق باشید.